آه سلام بعد درود فرمان به شما بعد چپ چپ نگاش میکردم آدم های منفی یه جاهایی خوشم منفی نیستش واقعیت گفتن بله در یک جاهای بعد نه دیگه با خدا فیلم های بعد چایی که نقش کودک خورد سال بازی میکنن تو فیلم ها وقتی بزرگ میشن اکثریتشون موفق نیست آره ولی ایشون خیلی موفق حالا نه تو بازیگری موفق نمیشن دیگه کم اتفاق میفته خیلی کم اتفاق میفته خوبین انشالله بهتون خوش گذشته ام. ویکند خوبی داشتید هوا خوب سرد بالاخره باید گرما داشت سرما باید داشت دیدید که کلورادو نشون میداد که اندازه یک بچه پنج ساله برف اومده ام. و اینقدر همه جا سرده که بیشتر هواپیماها همه کنسل کردن که پرواز بکنن و برون به جاهای دیگر, به جاهای دیگر. چون هوا سرد است بله. و برف بسیار میبارد فراوان باران نه برف میبارد بارد. می بارد. اون در اسپین باران میبارد اون بله الان ما برف میبارد رفته بودم داشتم دو برای دوستان تایپ کم گفتم که رفته بودم در منزل یکی از مشتریام میدونین که من با هوم هلت همکاری میکنم ابسولوت هوم هلت و البته من مترجم هستم برای دکترایی که زنگ میزنن با تلفن مریض ها رو میبینن من ترجمه میکنم سوال میکنم که مریض چیه برای دکترها شهر میدم برای همین خیلی از منزل خیلی از دوستان ایرانی میرم و خب کار ترجمه انجام میدم وقتی به منزل یکی از دوستان رفته بودم از مشتری های هومهلتمون به اونجا که رفته بودم آقایی که نشسته بودن خیلی نازنین بودن وقتی منو دیدن گفتن که چه خانم خوشگلی هستن خانومشون برگشت گفتش که ایشون آلزایمر دارن گفتم ایوا خب خوب این شما یه نگاه کرد گفتش که بوس بده بوس آخه آه، گفتم آخه چاش چاش قربونتون برم رفتم صورتشون رو بوس کردم بعد اومدم نشستم بیشتر یه دو سه دقیقه گفت بوس بده بوس آخه گفتم آخه بوستون کردم دیگه دوباره دو سه دقیقه ایم گفت بوس بده بوس من دیگه بوس بده بوس دیگه دفت تو نربم به گفتم ایشون آلزایمر دارن بوس بوس یادشون نمیره گفت نه خیر این همه چی یادش میره ولی بوس بوس یادشون نمیره گفتم چه آلزایمر خوبی دارن آقایون بوس بوس یادشون نمیره بوس بوس در آلزایمر میز فراموشی نداره یادش بخیر یه دوام بود داستان دکتر بوس دکتر بوس کنه یه داستانه یاره همه چیزی که که تو تلویزیون گفتی اونی که بلدی که میفهمه تو تو چون اونم که بوده بلد نیست که بره بپرسد کسی دارد. دارد. که من چون تلویزیون واسه همه چیز خدا به حرف میزنه گفتم یه داستانی بود یه جوکی بود به نام دکتر جون بوس. حالا اینم هم همونه دیگه اونی که نمیدونم بره یاد بگیری من چه مرته من که اینجا نمیدونم که از این حرفای بد بزنم که ای بابا ای داد بیداد لازم یادتون باشه من دوباره میگم که آنکات آقای امیر قاسمی برنامه‌ای که شما این همه طرفدارش هستید همین چهارشنبه دوباره شروع میشه یادتون باشه از این به بعد آنکات دوباره شروع شده چهارشنبه ها طبق روال همیشگی که قبلا بوده چهارشنبه ها ساعت نه شب و یک شنبه ها بازپخش آنکات خواهد بود بله. اینو رو گفتم چون میدونم برنامه آنکات یکی از برنامه های پرطرفدار آقای امیر قاسمی هست که شما هم بسیار دوست دارید من خودم هم دوستش دارم و فکر میکنم که از اون برنامه هایی که آدم دوست داره بیش از یک بار اون برنامه رو نگاه بکنه من پیشتان میکنم که اهالی ها تلویزیون در داخل کشور هم این برنامه رو حتما ببینم اوه اوه لاله yeah. یه وی هست خوش آمدید به آنکات آنهای تو هستم کدوم بابا؟ برم کن بیرم بابا تو هم من اسمم ریحان است فامیلی من در اقوی فامیلی کاملم جوادی پارسا هست بهت میگیم شب به من زنی گفت فردا بیا تسته گیریم نقشه چیه؟ چادری خیلی سخت گذشت خیلی سخت گذشت چون یه حالتی بودم که اصلا میگوزم زنونگی رو پنهون بکن که اون اتفاق دیگه نیفته از پدرم فرار کردم توسط اسم بگم ای همه این اتفاق افتاد هیچی هم نشد چرا یه دفعه یه نفر باید بکنه یا آقا من کلن میخوام بکنم بذارم چهارشنبه بیست و جانبیه قسمت اول ساعت نوه شب فصل جدید آن در تپش که زمانی که خب میدونی که هفته پیش هم از امی اوارد بود و چی چی بود چی چی بود گوینده تلویزیون کانال پنج قبل از اینکه در لس آنجلس انقدر خسته بود که خب آماده میشد برای چون شب قبلش هم یه چیز دیگه بود مال چویسو چی, چی... وارد دمی همچی چیزایی بود انقدر خسته شده بود تو همون هتل خوابیده بود صبح که داشتن مصاحبه میکردن ایشون از تو رخت خواب داشت صحبت میکرد و خبرها رو میگفت ولی تو تخت تو تخت داشت خبرها رو میگفت میبینی بله بعد اه... چون این رو خب همه جانبید من همینطوری از تلویزیون خودم گرفتم براتون بعد فکر میکردم که اگر که یکی از گوینده های ما همچین کاری بکنه ببین چه قیامتی خواهد شد که طرف خسته بوده و توی رخت خواب داره راجب مثلا هنرمندا صحبت میکنه بستگی به آدمش داره خانم بستگی داره که چه آدمی چه کار میکنه در کدوم مردم چی ازش قبول دارن و چه به چه صورتی هست این خیلی مهمه من فکرم کرکتر ها باید به کاری که میکنی بیاد متوجه ای؟ اون جنیون بودن و تماشاچی خیلی زود متوجه میشه که چقدر طرف چند ایار هست و در کجا ایستاده در کجا صحبت میکنه این خیلی اهمیت داره من به این باور دارم چون برای من مثلا خیلی عادی بود گفتم ای مثلا ولی خب یکی از دوستان نه چیز عادی نیستش از آره هر کس گفتم، کسی هم بر گفتم بر خب خیلی مثلا من چون دوست دارم این گوینده رو چون همیشه در مورد چیزای هنری صحبت میکنه آره. و همیشه خب میره با همه مصاحبه میکنه اینا ام. گفت خیلی بعد گفتم نه کارشون اینه خب خستن واقعا میدونی اینا زحمت میکشن حالا آماده نبوده ولی کارش متفاوت و قشنگه وای نات ما یه چیزایی رو باید آدم اونجوری که هست رو آدم باید قبول کنه نمیدونم شاید ما نه چیزهایی... نه نه بستگی با آدم داره بستگی داره که چه کسی کار میکنه چه در چه شرایطی هست همه اینها اهمیت داره در کنار هم معنی میده حالا خبر دیگه که من براتون دارم در رابطه بود که هفته گذشته یک در ایالت آریزونا یک ایر بالون یا یعنی هات ایر بالون یعنی این بالون هایی که با, با گرما اینها با آسمان میرن دیگه مرازی دارن هات ایر بالون بهش میگن بالون دیگه آره دیگه بالون از این بالون, هست. بالون اینا میرن خب توی ترکیه هم یه تو... زمانی یه دارن, دارن, دارن که دارن آره که اصلا این پر... همش اینا من از این خوشم نمیاد من از این چیز از این کارا اصلا خوشم نمیاد هی hey, میگم خوشم نمیاد هی hey, خوشم نمیاد بیا اینا خوششون نمی... اینا خوششون اومده رفتن بالا این سیستم جدیده اینا میرن بالا با این بعد یه اینا ب... سری هستن که اسکای دایور ره. از بالا اون میپرن پایین باید. و خب این معروف شده دیگه خیلی سر صدا کرد این کار یه سری هم نیستن این هات ایر بالونه رفته بالا خب رفته بالا اینا جمعا دوازه نفر بودن هشت نفرشون میپرن پایین چون دوشتا اون چهار نفر دیگه که تماشا چی بودن و یک راننده داستان بوده این آتیش میگیره از همون بالا اینا مستقیم یا خود زمین که از این چهار نفر نه پنج نفرشون میمونن هفت نفرشون میپرن آره از این پنج نفر چهار نفرشون جا به جا کشته میشن آخ... یکی شدن بسیار بسیار شهیدن حالش بده متاسفانه از بین رفته خب وقتی آتش گرفت اونایی که چیز بودن نمیتونن برای اینا رو نجات بدن کجا بودن تو آسمون داشتن چت بازی میکردن آه... آه... یا نه چطور میتونن آنها رو نجات بدن اونا رفتن ما میرن اونا رفتن خب دیدن که رفته فکر نمیکنم دیگه نه برو پشت سطح نگاه نکن آخه آره خلاصه اینجوری افتاده حالا یه تصویر دیگه بتونه نشون میدم که این ترامپولین ده هستش اینجا ترامپولین این ناس که میدونی که روش میپریم بله. بالا پایین میپریم بله. آره اینا یه دونه هاد ایر بالونه زیرش بهش ترامپولین وست کردن که اینا همشون چت دارن اینا با ترامپولین بازی میکنن با همدیگه خودشون حال میکنن و بازی میکنن و, می و بازی مختلف میکنن بعدم هر کدومشون میپرن با چیز اینجوریش هم هست که اینا اصلا ولی خب کاری که این خودی واسه چی دندونی که درد کنه باز چی بعد اصلا چه ربطی داره دندونی که درد نمیکنه سری که درد میکنه خب آها سر درد نمیکنه میدونه من برد نیستم اینا میگه منم واقعیتش دیگه چه سری که در نمیکنه واسه چی خب خیلی دوست دارن سوار اینو بشن برن بال حالا یکی آتیش مه. گرفته مثل این مونه که یکی سوار هواپیما میشه ده، ده، کار خطرناکه کار سوار, خطرناکی. یکی سوار ماشین میشه رانندگی میکنه تصادف میکنه کار خطرناکه باید تو واسه حالا هواپیما که چیز جای جدا ولی باید, باید پلن بی باشه اینا هیچ پلن بی واسه وجود نداره من تو کارم همیشه پلن بی رو فکر میکنم دربارش پلن بی چیه شما چیزی که همش با پلن یک بری که بعد پلن بی هم داشته باشی تو خب پلن اینا باید, باید اینا به نظر من همه دیگه. باید یه جاکتی داشته باشن که اگر یه همچین چیزی شد همشون با اون جکته بپرن بلد بعد باشی بپری پای با دیگه اسمو یارو بودش تا گفت تو میپری پایین این کشیدی بازدن شد اشکال نداره این رو میکشی اینم بازدن شد اشکال نداره میگی یا فلان میای پایین طرف برای چند دقیقه میزنه به شیشه هواپیما میگه آقا اسم اون چی بود چون جتاش کار نکرده میزنه به شیشه میگه آقا اسم اون یارو چی بود که گفتی بهت قسمش بدم که باز با اون بیان پایین نه ولی خب بالاخره باید یه همچین چیزایی باشه که شما اگه مثلا یه همچین اتفاقی افتاد به قول مثلا حالا یه چتر کوچیکتری که باز شه اینا نمیرن نه یه نمیشه دیگه اما چتر باید بلد باشی بکشی دیگه ولی باید زمینه هوا دنبال اسم اون آقا میگردی که اسمش چیه باید قسمش بدیم که ما رو سالم برسونه به زمین دلم سوز بال میزده آقا. نه اون طرفی که میزنه به پنجره هوا همین تو داشته بال میزده گفته اسم اون آقا چی بود حالا <laughs> داستانم همینه آره یه نقاشی بهتون نشون میدم این نقاشی رو نگاه کنید قشنگ نگاه کنید میگه این نقاشی دانش آموز کلاس نهم به نام آجونات سیندهو از هندوستانه که مرتب از پدرش میشنید که مادرش خانه و کار نمیکنه و از این نحوه معرفی مادرش حیرت میکرد زیرا هرگز مادرش رو بیکار نمیدید و او این نقاشی رو میکشه تا زحمات بی پایان مادرش رو نشون بده آخه. او این نقاشی رو به معلم خود نشون میده و معلم حیرت زده میشه و این نقاشی رو به دفتر ایالتی میفرسته و اکنون نقاشی او از معروفترین و گرانترین نقاشی های جهانه که در موزه بزرگ بمبایی نگهداری میشه چون در این نقاشی نشون میده که یک زن خاندار چقدر در خونه زحمت میکشه دبین یه بچه که میبینه که مادرش چطوری زحمت میکشه و, پدر این مسئله رو به چشمش نمیبینه نمی, نمی فقط من, خیلی خیلی که زن من خانداری خیلی سخته واقعا داری درست خیلی سخت و چقدر این نقاشی میبینید قشنگی چقدر در سادگیش همه چی رو نشون داده بسیار زیباست باری شد یه دیدم یه آقای توی کالج معلم یا استاد ایرانی تو کالج داشته رد می و به شاگرد داشت کاغذاش رو میداده که دستش خوب نبوده بهش کاغذ را میزنه میگه ببین یه بادی به من بزنی یک کتکی میزنم همینجا می‌ذارم میزنی پدرت در میرم از یه هفوان یه بادی به من دست بزنی اینا اونم چیز میکنه و این شروع میکنه بهش فوش دادن و اون بهش فوش میده این آقایی یه دفعه از خود بی خود میشه فوش فارسی میده به طرف فوش به این گمش از بارو بیرون از یه هفوان و یارو هم شروع میکنه به این چیز کردن و خلاصه better Touch me one more time. I'm gonna drop your yeah. ass. Trust me. Don't touch me or my shit again. You you got me? You feel me? What's now your... get the f out of my face. Hey bro, hey, bruh, bro, 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 bro. Hey bro, you see you uh, you see him in the seat, right? Get the f out of my face, bro. Get the f out of my face. Ha, So, hey, Hey <laughs>

خب. حالا داستان چی هست اینجا شما نمیتونی به عنوان استاد دانشگاه به شاگرد دست, دست بزنی, حتی کاغذ هم نمیتونی بهش بزنی اگر دستش هم خوب نیست نمیتونی با کاغذ بزنی بهش بگی آقا مثلا اینجوری این اولین مسئله است که زیر سوال میبره اینشون رو و بعدم اینکه خب اونم آدم بی یه پسره ولی این آقا باید یاد بگیر یعنی بدونه متوجه بشه که آقا متاسفانه شما اومدی از یک فرهنگ دیگه به فرهنگی که اینها مهم نیست آخه بهش طرف بهش صفر بده اف بهش بده ولی اینا براشون اهمیتی نداره بهش اف بده بره کاری به کار اینا نداشته باش اصلا خودتو خورد نکن آقای معلم عزیز این هست اتفاقا علیه جان البته اگرم داشتم نشون نمیدادم این صحنه رو دیدم که اه در یکی از شهرستان های مملکت نازنین خودمون یک بچه هفت ساله رو در یک معلم میزنه دیدی تو آره دیدم اصلا من نمیتونم نگاه کنم و چنان نه آن پدر معلمان در آور اون مشکل آره، نیست ولی چنان میزد که این چوبی که زد چوبه شکست میخوام مگه بعضی ها نه اینا مریض هم نه اینا مریض آخه چی جوری میشن اینا مریض اینا مریضی آره داره آره مریضی, مریضی داره بله اما داره. اصلاً ب... به نظر من باید یه جایی باشه کسایی که میخوان معلم شن کسایی که میخوان برن پلیس شن خیلی مهمه اینا باید برن یه تستایی از اینا انجام میکنن بشون. تو آمریکا در امریکا انجام میدن با در بله. مملکت خودمون بله. روان پزشک میرن همه اینا رو با تست های مختلف میکنن عکس های مختلف نره شما... سر کلاس با بچه شما ها. که بچه شما رو آزار اذیت بده ب... شما سعی میکنید بچهتون بره مدرسه یه چیزی یاد بگیره نه اینکه بچه بره ابیوز بشه و برگرده بله. چون اون بچه پس فردا خود اون بچه مریض حال خواهد بود بله. ما هم مداد میذاشتن لا انگشتمون گوشمون رو میپیچوندن تازه آره تو رو که کم انجام دادن آره. <applause> نه من آره کم انجام دادم ولی با کن با من با منم خیلی از یه کارا را کارم راستی میگی آره آره ولی آره. من کوتاه نمی اومدم من از اون بیدا نبودم که از آره این بادا بپرسم اصلا 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 من سعی میکردم دونه دونه رو جوابش رو بدم مطمئنم نم تو اصلا 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 کم نمی آورده دوستان سوال کردن در مورد این که برنامه شهرام شپره در استرالیا ما باید کامل در مورد این صحبت کنیم به خاطر اینکه همه منتظر شهرام شپره گروهشون و آمدن رفتن شما به استرالیا هستن و میخواستن بدونن که شما در کدوم شهرها کنسرت دارید با شهرام جان چه موقعی شروع میشه دیتا رو اگر کامل دارید ما بدونیم گفت ما در برنامه قبلی در این مورد صحبت کردیم که اولین کنسرت شهرام شپره دهم فوریه هستش right? دهم ده فوریه بله okay. در سیدنی در سیدنی آماده باشید دهم فوریه ما الان چهار تا شهر اعلام کردیم اولی سیدنی بعد ادلید رو اضافه کردن الان بعد بریزبن و ملبورن این چهار تا رو به من اعلام کردن گفتن اگر اشتباه نکنم پرت و آکلند قرار اضافه بشه ببینید توجه به این داشته باشیم که خب رفتن به هر کدوم از این شهرها این آخرین باره برای شهرام خیلی اه چقدر این پرنامه ها زیاده چرا اینقدر توجه داشته باشیم باید در آرتیس صحبت کنیم که اولا ما هر جا رفتیم سالن پر بوده این واقعا. دو که باور ندارم که در تاریخ خارج از کشور ما و داخل کشور ما چه استقبالی تو این همه شهر از یک آرتیست شده باشه و به این اینقدر کنسرت ها پر سر و صدا اجرا بشه یعنی هر جا ما برنامه داشتیم من دید دارم میبینم یه کنسرت های دوستان و نرمند های دیگر هم هستن ولی سر و صداش مثل این نیست و هر کسی از سال اومده بیرون با یک خاطری بوده که بودن این بهترین کنسرتی بوده که ما در سالها رفتیم nice. این خیلی مهم بوده واسه ما واقعا میگم به تو هر کسی اومده ازش بپرسید ببینید تجربهشون چطور بوده و این اتفاق خوبی حالا بعضی حساب کنه آقا این خیلی طول کشی اینجا که با... پس چی شدی خدا دوستان اولا این شهرها رو همه رو باید بریم الان مثلا دوستانی در سیاتل به ما زنگ زدن که آقا ما درست شما تو ونکوور بودید ولی ما نتونستیم بریم ونکوور میتونید سیاتل بیرگاه فکر کنیم ما و جنوب کالیفرنیا باز دوباره سندیگو با ما تماس گرفتن اورنج کمتی تماس گرفتن ما مطمئنا آخرین کنسرتمون رو آخرین یعنی کنسرتی که به نام فینالی نان خواهد داشت در اورنج کانتی برگزار میخواییم کرد چون لس دیگه بودیم بر نمیگردیم به لس آنجلس برای همین آخرین آخرین برنامه ای که شهرام اجرا خواهد کرد چه دیگه اون شب شبیه است که با همه هنرمندان صورت خواهد گرفت و مهمانان عزیزی که خواهیم داشت که نتونستیم تو کنسته دیگه پذیراشون باشیم در کانتی آخرین اجرای خودمون رو در کی مطمئنا بعد از اینکه تور اروپا تموم میشه و خبر میانه تموم میشه به سلامتی ولی دیدار همه شما در استرالیا در این شهرها که میدونم استقبالم خیلی خوب بوده خیلی خوبه من تشکر میکنم از همتون و بی صبرانه منتظر دیدار تک یک شما تک به تک شما در استرالیا هستیم البته وجود شهرام شب خب خودش خیلی مهم ولی یادتون باشه یک کنسرت موفق اینه که یک کسی که کارش رو بلده این کار رو انجام بده تا کنسرت موفق باشه و من باید اینجا واقعا از علیرضا امین قاسمی اسم ببرم و تشکر نست. کنم که واقعا کارش رو بلده که داره چی کار میکنه نست. این رو باید گفت نمیتونم نگم امیدوارم که ما هر دو, همه... دو لازم مرزوم هم بودیم و هر دو به این باور هستیم که هیچ کدوممون به دور اون یکی نمیتونست این کار انجام بده صد درصد انجام ولی یادت باشه همیشه اون کسی که اه, میگم هنرمند که جای خودش رو داره ولی یه کسی هم باید باشه که این کارا رو صد. بلد باشه صد. اگه کار بلد نبودی خب مسلما همه این کارا به این خوبی پیش نمیره با. صد صد ما کار بلد وجود نداره خیلی 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 انگشت شمار هستن خیلی یعنی کمتر از انگشت یک دست یک دست بله. که این کار رو میتونن انجام بدن و کار رو مطمئن باشم. هستم این خیلی مطمئن بله تصویر دیدم اتفاقا جالب بود توی جنگل های آفریقا هست اینا میرن گوریل تماشای گوریل ها و اینا آرو و گروهی یه جا میشینن بعد این گوریله بزرگ اینطوری میاد از بغلشون اینجوری هم میکنه و رد میشه میره این یه بار هم نیست بارها بارها این مسئله هست اینا کاری نمیکنه اینا صاف وایستادن تکون نمیخواد نشستن همشون اینطوری و اونی هم بلد هست اون بلدشون بهشون میگه خواهش کنم عکسی نگیرید کلیدی نظر این فیلمی نگیرید یه نفر دیگه داره از اینو میگیره این هم یواشکی گرفتن تلفنشون اینجوری دستشون ولی کلا گلیله از این مقر رد میشه و می خب می چه میدونی گوریله یه ها دلش باید تلق میزنه گوریله سگم سگه یعنی شما باید حواست باشی نباید نباید سگی که نمیشناسی آشنایی ندیدی مثلا صورت زیادی نزدیک بله چون بله. سگ هر لحظه احساس خطر بکنه بپره صورت بله. شما رو باز اگه بگیره. صاحبش نباشه اون سگ کوچیکم ممکن اتفاقا یکی از دوستای ما این کار کرد بله. یه سگ کوچیکی بود اومد گفت نازی نازی گفت سگ <applause> آره, آره. منم یه بار جلوی دیدم سگی دماغ داره گاز گرفت ولی شانس بود فقط گاز گرفت دماغشو آره دیگه نه خب می ت... اونا میترسن از, از هر دماغا... سگی این کارو آره, میکنه آره. نه خیلی مراقب باشین تو رو خدا که چون اون موقع حیوانات صدمه میبینن اگه یه وقتی سگ بزرگی باشه شما رو گاز بگیره اونم در اینجا سال 2023 همچنان تویوتا به عنوان یکی از ماشین هایی که روش میشه حساب کرد انتخاب شد تشکر و, و خیلی جالبه شما میدونید که کمپانی تویوتا شروع کارش یک کمپانی بافندگی بوده لباس بافندگی ایه. آره اینا تو ژاپن آقای این خانواده تویوتا تو ژاپن کارشون بافندگی بوده یه پسری داشتن این پسر علاقه زیادی به ماشین داشته اون زمان این سوار کشتی میشه میاد به آمریکا که یه مقداری در رابطه با تویوتا در رابطه با ماشین آشنا پیدا کنه ماشین آمریکایی اوکی اسم پسره بوده کیچیرو کی نه کیرو. شما سعی نکن کیچیرو آره کیچیرو این آقای کیچیرو بیادش آمریکا میاد آمریکا و بعد یاد بگیر نگاه میکنه ماشین حالا چجوریه چجوری نیست موتور چطوره از این برمیگرده. یه بخشی از این کارگاه بافندگی پدرش رو تبدیل میکنه به کارگاه ماشین, ماشین. ماشین و شروع میکنه یه ماشینی درست کردن که اولین ماشینشون رو اینها سال این سال 1933 این کار رو میکنه سال 1936 1936 اولین ماشینشون رو درست کنن به نام تویوتا ای ای تو... واو آره. 1936 مدلی به نام تویوتا AA ای, ای که برداشتی بوده از ماشین های آمریکایی. اومده دیده گفته به آره. زمان سال اینقدر بعد یه این مقدار موفقیت آمیز چون بوده نه به اون صورت ها سال 1937 کارگاه بافندگی رو تبدیل میکنن به کارگاه ماشین اصلا بافندگی میذارن که و بعد میشه تویوتا موتور کامپانی رو اونجا موقع 37 به وجود میاره 1937 وضع خوبی نداشتن اون زمان متوجه اوضع مالی خوبی نبوده واسه همین اینا همینطور با خودشون می جنگیدن تا 1950 که اینها با یک ماشین دگرگونی رو در تویوتا به وجود میاره اونم لند کروزر تویوتا بوده ای و 1950 خب خب لند کروزر زندگی خانواده تویوتا رو به هم عوض میکنه اینا فامیلی خودشون تویوتا بوده؟ بله فامیلیشون تویوتا دیگه بله تویتا. و از سال 1980 تویوتا تا به امروز به عنوان یکی از ماشین هایی که روش میشه حساب کرد و مطمئن بود محسوب میشه خدایش هم خوبی حساب کن از 1980 تا الان یعنی 43 ساله که این ماشین همچنان جزء ماشین هاش که روش میشه حساب کرد یه سال مزد خب اون پسر هنوز هست کیچی رو آها. دیگه نری الان بیچی شده داری فکر نمی کنم الان هیچی رو از دنیا رفته ولی خدایش ماشین رفت. تویوتا ولی راهش چی؟ ادامه, ادامه داره, بریم برگردیم با شما خیلی برخدمتی عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها ها برنامه ها مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید تپش. تپش گفتن که مثل این که امسال خب میدونید که سوپر بال همیشه برای نیمه دوم یک هنرمندی رو انتخاب میکنن برای هفت تایم برای هفت تایم برنامه من... اما سوپر بال چی هست بس. سوپر بال بازی نهایی فوتبال آمریکاییه که در واقع دو دست هر فوتبال آمریکایی در واقع دو, دو دیویژن داره دیویژنی داره که دست راست قرار میگیره به به نام AFC و دیویژنی که دست چپ قرار میگیره به نام NFC دیویژن AFC سه دیویژن زیر, دست خودش داره که AFC ای ایست، AFC ای وست و بخش چهار دسته نورت و ساوت هستن همینطور هم چهار دسته در NFC قرار داره AFC NFC West NFC East NFC North و NFC South که اینها با هم دیگه این گروه و این گروه با هم دیگه مسابقه میدن, مسابقه میدن. اول بعضی هاشون هم با هم دیگه مسابقه میدن بعد از اینکه مسابقه تموم شد این گروه توی نیمه نهایی باز با, با, تیمایی که اینجا مونده بازی میکنن این گروه هم با تیمایی که اینور مونده بازی میکنن قهرمان این گروه با قهرمان این گروه در مقابل هم قرار میگیرن که اون سوپر بال تشکیل میشه. و اون روز واقعا خیلی مهمه یعنی تبلیغات بسیار گرونه مردم توی خونه ها هستن خیلی ها جمع میشن با هم دیگه تکون نمیخورن از جلو تلویزیون مخصوصا آقایون نه اینکه خانوما هم نگاه نمی ولی آقایون بیشتر نگاه میکنن خانوما وقتی که اون هفت تایم تموم میشه که قراره که اون هنرمند باز بخونه اون قسمت رو بیشتر نگاه میکنن و آگهی ها چون آگهی ها خیلی روش کار شده و سعی میکنن آگهی ها رو نگاه کنن چون گرونترین آگهی که شما میتونید ببینید و اینقدر هم زیبا این آگهی ها رو درست میکنن که آدم دلش نمیاد اون آگهی ها رو نبیله پارسال من زیاد از اون... هفت تایم اون هنرمند به نظر من چون ایشون حامله بودن و نتونستن زیاد خیلی کاری بکنن زیاد خوشم نیم بیان. بله زیاد خوشم ولی بله امسال میگن که قرار آقای آشر باشه احا. برنامه رو بره. انجام بده شما شنیدین بره. بره. آشر هست من آشر رو دوست دارم خوبه. کارش توجه داشته باشید که سوپر بال به هیچ هنرم پی... هنرمندی که روی صحنه برنامه جمع کنه پول نمیده بله فقط اون براش خیلی پروپاگانه دیگه بل. پولی بهشون داده نمیشه ولی برای درست کردن پروداکشن کمک میکنه و اونم کسی که کمک کنه اسپانسر هست که همیشه کمک میکنه تا چندی پیش کمپانی پپسی اسپانسر هفت تایم سوپر بود ولی به تازگی کمپانی اپل اومده و داره جای شده به خاطر همین هم اولا امسال سوپر بال سوپر بال بسیار پر سر است چرا بخواد دیگه در مرکز قمار جهان که زو سوپر بال هم همیشه شهر بندی های بازار بزرگی میشه در لاس وگاس در الیجنس استادیوم در الجد اونجا این سوپر بول برگزار خواهد شد که سر صدای زیادی به راه خواهد انداخت و قیمت حتی صندلی های یا جاهایی که دارن اینا رو میفروشند تا چارده هزار دلار هم رفته جلو چارده هزار دلار برای هر نفر که میتونه این به بالاتر هم حرکت کنه و بالاتر هم بره استادیوم بسیار بی نزیدیه. زمین چمنش از استادیوم میاد بیرون اونجا نگهداری میشه حبش میرسن چون گرمای زیادی که در اونجا هست و باز دوباره زمین چمن طول میکشه حدود یک ساعت طول میکشه دوباره بره تو میره تو و همیشه دو ساعت قبل از بازی زمین چمن رو به داخل زمین میبرن رول میشه از زیر زمین میاد توی استادیوم مارچ گرم نیست اونجا با ما هوا خیلی خوبه کلا هوای بله. لاس و به خاطر آفتاب شدید ایالت نوادا به خاطر همین این چمن رو بهاش این کار رو انجام بدن دو تا استادیوم ما داریم در آمریکا که چمن رو میارن بیرون از استادیوم اونجا مراقبت میشه و بعد وقتی بازی میخواد شروع بشه چند ساعت قبله بله. یکیش در آریزونا هستش در فینیکس آریزونا که اونجا این اتفاق میفته که زمین تیم کاردینالزه و در لاس فیگاسی که زمین تیم ریدرزه ولی خب امسال که در ریدرزی در به نهایی نرسید حتی ببینید نیمه نهایی هم نرسید بعد ببینیم که چه تیمی از کدوم از AFC و چه تیمی از NFC در سوپر بول شرکت خواهد کرد پس امسال خیلی دیدن داره و امسال لاس وگاس چه خواهد بود بله. مارچ حسابی شروع کنم فی... من اشتباه کردم فوریه است مارچ اسکاره خب فوریه که اصلا دیگه گرم نیست نه هوا خوبه هوا هوا, هوا خوبه. 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 <applause> فقط الان با دنیای باران و این مسئله که این سقفش هم میتونه سقف بسته بشه پس دیگه پرفکت پرفکت دیگه چیزی نبود گفتی 14 هزار دلار شما میتونید اگر بخواید جاهی رو درست کردن در لاس وگاس که شما میتونید ببینید از بیرون استادیوم تلویزیون بزرگی نگاه میکنی چقدر درجه یعنی ما 14 هزار دلار ندیم صندلی فکر میکنید از 3500 دلار اون ته ته که اون مورچه ها دارن و وسط بازی میکنن از اونجا شروع میشه حدودا واقعا 3500 برای اونجا خب مگه آدم دیوانه 3500 برای اون بازی تجربه هست تجربه است میگه من در سوپر با مثلا من با شریک سابقم ما مثلا به جام جهانی رفتیم در آه. در آبر... در لس آنجلس متوجهی ای. خب این یه تجربه است من مثلا خب محضه اینه که حالا جواب متوسط بود در اون زمان خب جواب بودیم یه جوتایی بودم یا مثلا من در, در چند جام جهانی کشورهای دیگه شرکت کردم یا رفتم خب این یادآوری خاطره است تجربه است همه اینها خیلی دوست دارن در این تجربه حضور داشته باشن شرکت کنم خیلی دوست دارن بله نباش تو فکرش نکن تو فکرش نباش خواهش میکنم بله عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها برنامه ها مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید تپش یکی از چیزهایی که باید بسید تو در رابطه با پروژه به نام نعوم پروژه نعوم در عربستان سعودی داره آغاز شده پروژه بسیار چندین پروژه مختلف توریست جذب توریست در عربستان داره صورت میگیره یکیش هم همین پروژه نعوم هستش و یه محلهی به نام لیجا حالا لیجا اینو انگلیسیش میگن نمیدونم به, چیزی چیه به عربی چی میگن لیجا لیجا هرچی هست این مقصد جدیدیه برای جهانگردها ها در شمال غربی عربستان سعودی okay. که سه تا هتل داره این سه هتل در نوع خودشون بی‌نظیر هستن صنعت طراحیش از بزرگترین مهندسین جهان طراحی شده و اینها تو دامنه کوه قرار دارن تو یک دره قرار دارن با یک چشمانداز کوههای بسیار زیبایی که طولشون حدود در ارتفاعشون نزدیک 800 متر اینا و بسیار جای قش... اتاقهای خیلی قشنگ یه فضای قشنگی داره رستوران قشنگی داره و اینا گفتن که ما این محله رو 95 درصدش رو نگه میداریم به عنوان طبیعت و نمیخوایم دست تو طبیعت ببریم مثل ما ها ایرانی ها میمونن آره، آره. و چقدر، چقدر نوع شیوه ساخت و سازمون هم که در این پروژه حدودا سازگار خواهد بود با محیط زیست برای این برای خیلی مهم هست و اینکه که چشمنداز ها چشمنداز های طبیعی باشن و از طبیعت رو ازش اونطور که باید بهره گرفته بشه گرفته بشه شما رفتیم به عربستان خیر نرفتم دوست داریم بریم این بله دوست دارم برم مثلا اگه مثلا حجش هم دوست دارم حج عمره برم حج تمتع رو یه خود برام سخته مثلا حج اگه بخوام برم ببینم و این چیزا و اینا رو آره میگن بر هر مسلمانی واجبه ولی خب دیگه من میگم آقا اول اونایی که دوست دارن یه سری هم چندین بار میرن نرن بزنن کسی که میتونن برم برم ولی نه من دوست دارم برم این جاها رو ببینم جده ها. و اونا رو برم ببینم خوشم میاد دوست دارم دوستانی که اینجا میرن از کاسکو خرید میکنن من یه خبر بدم به دوستان که قانون جدیدی کاسکو گذاشته و کسایی که وارد میشن میخوان برن کاسکو کارت دارن نگاه میکنن به کارت بنابراین کسی دیگه نمیتونه از کارت کس دیگه استفاده کنه ام. این خیلی ها رفتن دم در کاسکو و بله آه. این قانون جدید کاسکوه و من دیدم که خیلی هستن که کارت رو میگیرن میرن خرید خاسکو. این کاسکو به بخ... خاطر خیلی مسائل دیگه اجازه نمیده کسی عجب. با کارت کس دیگه خرید کنه عجب. اینو دوستان نرید در زم دوستانی که خواستین برید شبیه خودتون شبیه خودتون. خودتون الان 65 سالتون شده یادتون باشه اگر مدیکر دارید و پارت ای رو ندارید الان زمان پارت سی چیه خانم اون آ... ایو بیو دی سی پارت سی هم هست من دی من مال داروه پارت ای مال بیمارستانه کسایی که ندارن الان این رول میشه بهترین تایم جنیوری فبروری مارچ هست یادتون باشه اگر الان پارت ای رو نگیرید میره برای سال دیگه سال و کسایی که میخوان مدیکر بگیرن الان وقت گرفتن مدیکر, مدیکر هست اینو گفتم چون خیلی دوستان نمیدونن و یه خبری دیگه هم دارم قبلا کسایی که مدیکل داشتن میخواستن مدیکل بگیرن اگر خونه داشتن و ناراحت این بودن که خب ما اگه خونه داریم مدیکل قانون داشت که شما اگر که خونه دارید مدیکل بگیرین بعدها از میان وقتی شما از بین برید این پول مدیکلی که برای شما دادن رو بر میدارن اون قانون هم برداشته شد بله. و هر چقدر پول داشته باشید میتونید هنوز مدیکل بگیریم خب یک خانم آقای ما یه بحث میکنن قای وقتا زن و شوهرها بحث میکنن صحبت دیدی دیگه دی دی حتما تو آشنا ماشنا ها و اینا فقط فامیلی اصلا اصلا ایشکی بحث آره. بس می‌کنن بعد یه خانم آقایی تو ایتالیا ایتالیا با هم دیگه بحثشون میشه من همیشه اینو میگم تایو. من همیشه میگم یا آقا اگه بحثتون شد یا برو بی بخواب برو تو تا بی بخواب یا از که اگه جایی هست خونه برو بیرون برو بیرون بری بیرون بر ولی دو تایی تو بیرون یکی به بالاخره بمونه خونه چون بچه ها هم بالاخره ممکن بچه ها بیرون. بچه ول کنه هر دوتاش رو بیرون نه یکی بره بیرون پس بسه رو کوتاه کنیم بیرون یک فکر بکنیم بعد یه آقای با خانمه همین حالت میشه حالش ناراحت میشه بحثم. بس بس میره بیرون که وقت خدای نکرده توهینی نکنه که بعدا پشیمون بشه دیگه. چون به اکثر مواقع پشیمونی بار میاره دیگه خاصی میره بیرون آقا میره بیرون آقا میره بیرون خبری نمیشه خبر نمیشه آره خبر نمیشه و دنبالش آقا چی شده چی شده روز بعدش این آقا رو دو صبح پیداش میکنن پلیس خانم میبینیم آقا نیومده خونه ما نیومده نخه ایشون عصبانی بوده گفته برم قدم بزنم خب همش گفته برم قدم بزنم از شهر کومو تا فنا راه رفته یعنی 280 مایل چه ورزش خوبی چقدر 280 مایل نه تا روز بعدش چهار روز بعدی رو پیداش میکنن چهار, چهار, روز, روز رو رفته آره چهار روز این چقدر عصبانی بوده ولی خب عصبانیتش خوابیده بعد پول نداشته دیگه برگرده روز آخر هتلی که میره پولم نداشته دیگه برگرده خانم مجبور میشه سوار ماشین شه از کومو بره فنو 280 مایل اون اونورتر بره اونجا پول هتل آقا رو بده که تو آقا بتونه بیاد بیرون بعد خانومه میرسه به اونجا عره. یک سری با این آقا دوباره دعوا میکنه که چه عجب انقدر راه رفتی تازه من باید بیام اینجا پول بدم این هم هم درایو کنم آه. دوباره دعوا شو میشه آقای دوباره 280 مایل را میاد چهار روز بعد میرسه به در خونه ولی حسابشو بکن 280 مایل خیلیه روز پنجم پیداش کردن چند سالش روز... بوده کمر درد پا درد زانو درد نداشته دیگه. نه دیگه نه نه نداشته اگه زانو درد و کمر درد یه مایلم که راه بره دیگه بعد برمیگشت 280 بار خیلی جوان بوده, بوده، جوان بود نه شدم خیلی عصبانی بوده خیلی راه رفته مثل داستانه بودش که ما تو دوران کرونا هیچ کار نداشتی بکنیم همش را میرفتیم با حمید فراغ نجاد عزیزم و کسی از دوستان بودیم و اینا و حسین بود حسین مجید قور میزد بخ. و همونطور با حرف میزد میرفت نه ناراحت نار... نه چیز میکرد دیگه مثلا نه مسائل مختلف ایراد میگرفت چرا تون را میرین شماها چرا اینجوری میکنید ما اومدیم با هم دیگه راه بریم چرا خب راست میگفتن که اومدیم آره. با هم دیگه راه بریم دیگر. آره خلاص دیگه نه آخه فرق لاک پشت با خرگوش یا مثلا حتی خرگوش با چیز معمولی هم بالاخره یه فرقی دارن دیگه حالا گفتی خرگوش نگاه کن ببین که علی این خرگوشه و میمونه یه دونه هویج پیدا کردن میگم اقلا حیوان ها یاد گرفتن شیر کردن تقسیم کرد تقسیم میشه تقسیم, تقسیم تقسیم با هم دیگه چجوری تقسیم کنن یه چیزی که پیدا میکنن چجوری بخورن خود از آدم بهتر نگاه کن چقدر خوشگل با همین هویجه رو دارن میخورن آخه بله خیلی قشنگه بسیار زیبا بسیار زیبا در لاس فگاس صحبت کردیم با. و اینکه امسال سوپر بول در لاس فگاس هست اجازه بدید که اینم بگم که در لاس فگاس بلندترین برج که وجود داره برای مشاهده خب در لاس فگاس وجود داره و مال استرسفیر هستش که میرین بالای برج و از اونجا نگاه میکنید این برج 829 فیته 829 فیت این برجه و کسانی که میرن اونجا دوست دارن نگاه بکنن اینا الان اومدن یک چیز جدیدم هم اضافه کردن که شما میتونید پرش داشته باشید از اون برج بپرین پایین علی رزا که از،, از, حالا اونجا رو رزرو کرده چون میخواد از اونجا بپره بره نه. من اتفاقا خواستم بگم یک کسی رفت اونجا از خودش میتونه فیلم بگیره از این دوربینا بی باشه فیلم بگیره برای ما بفرسته و از تجربهش بگه چون ما این تجربه رو من خودم چون هیچ وقت نخواهم کرد شما به ما بگی تجربه چطور بوده آره شما میرین اونجا بهتون وصف میشه این بهش میگن دیسلریتر افکت یعنی اثر کاهش دهنده یعنی شما که میرین پایین هم میرین پایین این سرعتتون رو کاهش میدن بهش که شما نرم میتونی میاد پایین من یعنی شما میری بالای این بیلدینگ بله خب بالا بالای برج بالای برج از اینجا که اینجا بعد میپره ولی بهت هارنس وصله اوکی. بهت یه چیزی وصله که از پشت گرفته به اضافه یه چیز دیگه داره که این دیسلریتر هستش این رو میتونید با دستتون کنترل کنی این همون که داری میاد پایین اگه ولش کنه که این می پاید. می پاید. این اینجوری میاد پایین خب وقتی میرسی نزدیک نزدیک یواش ترش میکنی بهت یاد با آه این یاروه نرمش میکنن با خودش هم دارن کنترل شد که شما رو بیارم خب اونقدر ترسناک نیست من دوست ندارم اصلا. از از این بار پایین نگاه کنم یه من نمیخوام برم من دوست ندارم از بلندی خوشم نمیاد چی خیلی دوست ندارم دیسلریتر ایفکت بهش میگن میگن بعد اون تأثیر چارجش چقدره؟ زیاد نیست ارزش داره کسی که علاقه من باشه بره و این تجربه کنه برای تجربه خوبی هست برای کسی که علاقه من ده هستند نه کسی که علاقه من نیستند بینندگان عزیز تلویزیون تپش از همکنون می توانید شبکه تپش را در سرت سر ایران خاور میانه اروپا و شمال آفریقا از طریق دو ماهواره ترکمنالم همجهت ماهواره یازد و یوتر ساعت بی, بی تماشا نمایید. بدون نیاز به تغییر جهت بشقابه ماهواره این فرکانس را در یاه ست وارد کرده و شبکه تپش را با کیفیت بسیار عالی دریافت نمایید. همچنین می توانید از طریق ماهواره یوتر ساعت 7 بی در ایران خاور میانه و اروپا از طریق این فرکانس تپش را دریافت کنید. لطفا بعد از دریافت شبکه بر روی این فرکانس ها به اینستاگرام شبکه تپش به آدرس ادساین تپش مراجعه نمایید و کیفیت و قدرت سیگنال را به ما اطلاع بدهید تلویزیون تپش برای شما خبرهای بسیار خوبی خواهد داشت تپش بریم سراغ بزرگترین کشتی مسافربری که در تاریخ الان تا چند روز آینده قراره که روی آب با, با مسافرین خودش سفر خودش رو آغاز کنه از میامی از میامی این کشتی مال رویال کربیان هستش کمپانی رویال کربیان کشتی رو معرفی میکنه تحت عنوان آیکان آف دی سی چرا همش کشتی‌های گلگوشانه دریا یکی سه سال قراره تو آب با. باشه نمیدونم نه اون هنوز سه سالمه که الان دارن کنسلش میکنن ها تا مشخص آره ولی میگن دارن کنسلش این کشتی 7500 مسافر داره او این خیلی بزرگتره اون چون 3500 تا 2400, 2400 خدمه واو یعنی 10000 نفر تو این کشتی همزمان تو این کشتی هستن بلندترین آبشار بلندترین آبشار که تا حالا در کشتی بوده رو در این کشتی شما ملاحظه یعنی آبشار چند طبقه از کجا از میامی. از میامی. اکثر این کشتی ها از اون طرف حرکت میکنن یا فورد یا میامی یا اورلاندو از اونجا حرکت میکنن و اکثر اونها دستینیشنشون یا محل رفتنشون به ایست کریبین یعنی شرق کارائیب یا غرب کارائیب هستش حالا این کشتی چندین استخر مختلف داره یه طبقه داره که مثلا با درختان طبیعی دکوراسیون شده بسیار بزرگ 15 تا از این استخرهایی که داره پونزده تا استخرهایی که داره بعدش از این لوله های هستن که باهاش شما میتونید سر بخورید بخوری و سرش حتی تا ست فیت طولشه من هستم آره کوهنوردی داره یعنی از این کوههای چیزی داره که شما میتونید موج سواری رو بهتون یاد میتونید یا میتونید موج سواری کنید یه بخشی داره که موج سواری میتونید بکنید معلای صحبت کردن زیاد داره که باز اون خیلی جالبه چهل تا رستوران توشه چهل تا رستوران و رستوران مورد علاقه من هم جزفش هست که قهوه میفروشه ستارباکس داره بعد بله آخه ده هزار تا آدم بالاخره باید رستوران با. باشه که همه بتونن غذا بخورن یه کافه‌ای داره که شما میتونید برید اونجا صابوناتون رو اونجا بخورید غیر از اون قسمتی که غذا, قسمت دیگه غذا من اگه غذاشون غذا تموم شه خب اینا ناراحتی نداره نه, نه, نه غذاش ماهی داره که کافه‌ش اسمش از پرل مختلفی داره که از حدودن از 2800 -900 دلار اتاق شروع یعنی نفری شروع میشه و نایت کلاب داره توش جایی داره که موسیقی جاز پخش پلی میکشه جایی داره که شو دارن انجام میدن جایی داره برای آیس اسکیتینگ یا پاتیناش همه اینها هست و یه اتاقی هم داره یه سویت هم داره که شبی 4000 هزار دلاره که سویت دو طبقه است شبی چهار شبی چهار زاده داره. سویت دو طبقه است که چه توش چهار تا بچه توش راحت میتونن بخوابن یا چهار تا بانکر بیت داره دو تا اتاق خواب داره که یه مسته روم داره یه اتاق دیگه داره بعد پله هاش مثل پله های پیانوییه که رو هر پله که پا بذاری میتونی صدای موزیکا بشنوی ازش خلاصه جالبه گیم روم داره و چ... چند وقت هفت روزه سی هزار دلار برای خوب. برای اون اتاق برای اون اتاق که توش حدودا تا هشت نفر جا میشه خب خوبه خیلی خوبه واسه اونها خوبه واسه کسی که پول داره هشت, هشت نفر آدم هشت نفر خب شر آره. شیر میکنه میره دیگه خیلی آره. اونم از بر صورت آیکان آف دی سی این تشتیه بسیار شناخته شده, شده. دو معروفیه بعده تو گرما آدم بره هم میتونی تم بگیرید هم یه استراحت خیلی هم خوبه. استراحت خوبی داره آره من دوست برم خیلی, خیلی ها دوست ندارن کروز رو اما یه سیزی هم خدمتون بگم چون تجربه یه دوستان مختلف بود و تو اخبار دیدیم دورانی سوار اگر خواستید کروز برید دورانی برید کروز که زمان طوفان نباشه آره دیگه منم هم میگم زمان هوا, آره. هوا خوب باشه, خوب باشه. نباشه طوفان توفان. توفان یخبندون نباشه. اون ور آره اون ور یخبندون وجود نداره خانه آره اون با قطب اشتباه گرفتیش اینا هیچ جا نمی. فقط همون اون ور میره بیشتر طرف کارایی مکسیک و دازار مازادلان سن مارتین سن تامیس از همه جا میترسه آره. اون جاها جا اینا اگه این وره پس فقط طوفان و حواستون باشه بیشتر این من هستم ما آه. اه تو انقدر این برم میری من ناراحت تمام همینطور از این بر بابا من کا هفت روز هفته کار میکنم آه. چی کار کنم دیگه یک رستورانی هست به نام پوپ کافه پوپ پوپ خب پوپ کافه پوپ کافه پوپ بیخوری اونجا چی داستنش این پوپ کافه در کره هستش آه. که همه چیزا رو میدونید میدونین دیگه چی حالا دیگه می نیست بگی به مردم همه چیزی که اونجا درست کردن حتی لیوانایی که شما کافی میخورید به صورت توالت فرنگیه و همه تو جای مزخرفیه مثلا شکلات یا هر چیزی که میخورید مثل اونجوریه. پوک درست کردن و خیلی هم همه چیش میگن خوشمزن جنوبی است خوشمزه است میگن خیلی همه چی خوشمزه است خب کره اولا داره خیلی مدرن پیش میره اولا نمیدونم دیدی یا نه مثلا تو کره الان وقتی بارو میاد دستگاه این خوش کردن چتر گذاشتن که میتونی بری اونجا و چتر تو خوش کنی یا مثلا اکثر این ها رو که میبینی سگ ها دیزاین شده است و تو کالسکه این برام میره یا اگر شما میخواید از آبر پیاده از این ور خیابون میخواد به اون خیابون بخواد که میداد همه تو تلفنشون هستن روز زمین سبز و قرمز گذاشتن واسه آبر پیاده یعنی چراغ سبز دارن که میتونن برن قرمز یعنی وایس این فعلا راه نره که سرتو تو بلند نکنی نگاه کنی پایین نگاه میکنی میری چون همه دستشون تلفنه که آره. مثلا تو ایستگاه اتوبوسشون صندلی ها گرم دستگاه گرم کننده داره روی صندلی ها هیت هی سیت هستن برای همین هم خیلی جالبیه آره در این رستوران پوپ نگاه کردید پوپ کفه اگه تشریف بودید کره یه سری به پوپ کفه بزنید یا علی یا علی به آخر برنامه رسیدیم دلتون شاد اینشاالله که همیشه لبتون خندان باشه سالم باشید دیدار ما با شما هفته ی آینده خدا نگهدار